من یه مستندسازم. همیشه اقوام و فرهنگ‌های ایران برام جذاب بوده. اینه که بیشتر تمرکزم رو روی ساخت مستندهای با بررسی فرهنگ‌ها گذاشتم. سر یکی از همین پروژه‌ها توی سفری که به خلیج فارس داشتم با یه چیزی مواجه شدم که خیلی عجیب بود. قرار بود از صید مروارید فیلم بسازم. یه هفته روی آب سپری کردم و دنبال صید مروارید بودم. سفرم رو از بستانو شروع کردم و بعد به مقام و لاوان رفتم. با غواصهای قدیمی هر چقدر تلاش کردیم نتونستیم مروارید صید کنیم. توی هیچ صدفی مروارید نبود. آب دریا نیست. آب شیرینه. آب این شیرینه. نگاه کن الان داره میشه نشده. الان داره میشه. اتفاق عجیبی برای دریا افتاده بود. کف دریا سفید سفید بود. افسانه های قدیمی میگن زمانی مروارید در صدف تشکیل میشه که آب شیرین به دریا بریزه. ما یه بلایی سر محیط های دریاییمون آوردیم که آب هست ولی هیچ موجود زنده توش نیست. بهش میگن کویر. حالا چرا این اتفاق افتاده؟ خلیج فارس شرط بقاش دجله بود، فرات بود، کارون بود، چرخه بود، موند بود. همین رودخونه‌های آب شیرینی که واردش میشد. ما همه اینا رو جلوش گرفتیم. سد زدیم، توسعه کشاورزی کردیم، به جاش فاضلاب داریم روانه میکنیم. اینجا بود که فهمیدم تا حالا دنبال آدرس غلط بودم. شاید پرداختن به تاریخ و ویژگی‌های اقوام ایرانی مهم باشه، اما مهمتر از اون نگهداری و بقای اونهاست. نه تنها بقای اونها که بقای تمدن ایران در گروه یک چیز مهمه. و اون چیز انقدر مهم، آشنا و نزدیکه که همه از دیدنش غافلیم. آب.